مهر ماه 1350 بیابان‌های استان فارس قرار بود یک مهمانی بزرگ برگزار شود. یک مهمانی به مناسبت سالگرد 2500 سال سلطنت در ایران. مبدأ این آغاز هم فتح بابل توسط کوروش بود. شاه حالا خود را کوروش زمان می‌دید و مهمانانی از ملت‌های مختلف جهان را به مهمانی شاهانه خود دعوت می‌کرد. فرودگاه شیراز دو روز پرهیجان را در استقبال از پادشاهان، رؤسای جمهور و فرستادگان ملت‌های جهان می‌گذراند. میهمانان ملت ایران به قصد تخت جمشید، اقامتگاه ویژه خود شیراز، شهر شعر و اندیشه نیک را پشت سر می‌گذارند. اما مهمانی شاه به این سادگی هم نبود. مهمانی قرار بود در تخت جمشیدی برگزار شود که قرنها بر آن باد سکوت و انزوا وزیده بود. شیراز که باید محل اقامت مهمانهای بلندپایه خارجی میشد، شهری بود توسعه نیافته که حتی یک هتل مناسب برای مهمانان خارجی نداشت. من اون وقت وارد داستان شدم که همون مهمای 1970 بود. یه روزی والازاد اشرف من رو احضار کردم و گفتن که علازاد تصمیم گرفتن که جشن شاهنشاهی در سال آینده برگزار بشه. شما برین کارهای ایشون رو تحویل بگیرید و تا روزی که جشن تموم نشده شما اونجا باشید. آقای علم گفتن همه دست جمعی بریم به شیراز. در توی شهر اولا خیابان‌های کثیف و دیوارهای خراب رفتیم به طرف تخت جمشید. یه جاده دو خطه پر از اسفالت‌های از بین رفته تا رسیدیم به تخت جمشید. تخت جمشید اون موقع تا چشم کار میکرد بیابون بود، هیچی نبود اونجا. یک دفعه همه متوجه شدن که چقدر ما در حقیقت از مرحله پرتیم. اسدالله علم وزیر دربار و مسئول برگزاری جشن‌های 2500 ساله پیشنهاد داد تا در بزرگداشت نخستین امپراتوری بزرگ جهان مثل اقوام بیابانی در سحاری فارس چادر بزنند و مهمانها را در این چادرها جا بدهند. اما باید فکری به حال مار و عقرب‌هایی می‌کردند که در سراسر این بیابان لانه کرده بودند. این بیابان پر از مار و عقرب بود. اصلا موضوع پذیرایی و این چیزا رو در شیراز و مهمون‌های اینا رو بهتر حذف کنیم. آقای علم گفتن که دعوتنامه‌ها رفته، نمیشه به هم بزنیم. دیگه کار تموم می‌شه، باید انجام بشه. ولی اینجا دیگه فکر من رسید یه کاری بکنیم که اینجا جای امنی باشه. هستم 30 کیلومتری تخت جمشید سمپاژی کردم و یه کامیون پر از مار و عقرب از اونجا جمع کردم. مار جعفری خطرناک. به جز مار و عقرب، مردم رو هم باید از این مراسم دور نگه می داشتند. مراسم فقط برای شاهان و شاهزادگان و رؤسای جمهور و نخست وزیران بود. این مهمان ها باید در این مدت در فضای زیبا زندگی می کردند. فضای داخل این چادرهای بیابانی باید مثل اتاق یک هتل مجلل از کار در می آمد و فضای خارجی هم که بیابانی بود گرم و خشک باید سبز و خرم می شد، حداقل موقتی تا مهمانی به پایان برسد. Princess Anne and the Duke arrive here at Persepolis for the 3-day party. They'll be accommodated like all the rest of the 60 heads of state in a tent. In fact, we're told in this tent. Although protocol might change their minds and switch everybody around. Now, this is the sort of thing they'll have in each of these tents. There are 6 cut glasses on a tortoiseshell tray. There's this perfumed candle in a glass cylinder with a decorative snake and an ornamental Iranian ashtray.
For morning tea, all Princess Anne will have to do is give a little tinkle on her bedside bell. For near at hand is her personal maid, who sleeps on a fold-away bed in the kitchen. It's fully equipped, as are all the arrangements. The tents are all tastefully situated in a forest of young trees, 15,000 of them flown in specially from Versailles, not to mention the 15,000 flowering shrubs. And then in the top secret banqueting tent is the food, 4 tons of it, again all from Paris. There's even a French-built royal club. تهیه خوردنی و نوشیدنی خودش به تنهایی یک برنامه مفصل بود. شاه برگزاری این مهمانی را برای خود یک پیروزی شاهانه می دید. در جواب فضولی خبرنگاران خارجی هم می گفت که خرج چندانی نکرده است. Your Majesty, there are some people who feel that Iran should not be spending millions of dollars on this celebration while there are still people in need. How do you answer these critics and why do you think it was important to have this celebration? First of all, how do they know about what is spent? Really, the only expenses that are made for the festivities are the 2 official dinners that we are going to give our guests. مهمانی بیابانی شاه در مهر ماه 1350 توانسته بود توجه جهانیان را به خودش جلب کند. شاهنشاه of Iran, Mohammad Reza, has been the Shah since 1941. He is one of the richest men in the world. This country is a constitutional monarchy. The Shah has full power. He appoints the prime minister, he can dissolve the parliament, he controls the army, he can declare war, he can conclude peace treaties. He controls the press. Very little criticism of him is allowed. What is it that makes an Iranian? What is the quality that binds the tribesman 1,000 miles away from here with the person giving a party in Tehran? What is the common bond that links them all? I'm not making any propaganda, but I think it's the crown, the king. But it's you. اما شاید مهمترین سخنرانی خود شاه در برابر مقبره کوروش بود. در همان آغاز این سخنرانی اتفاق عجیبی بود. باد تندی وزید و متن سخنرانی در دست شاه به تلاطم افتاد. اکنون ما در اینجا آمده ایم تا با سربلندی به تو بگوییم. 7 سال بعد در آستانه مهر ماه 1357 از آن همه شکوه و زرق و برق هیچ چیز نمانده بود. انگار آن باد تند یک نشانه بود، نشانه طوفانی که از راه می‌رسید.